برای شروع ما چوبا رو برش زدیم. من چوب گردو و راش رو به ضخامت 2 سانتی متر، پهنای 5.5 سانتی متر و طول بیشتر از 45 سانتی متر برش زدم. پس این شد راش و گردومون. چوبای توسکا رو 3.5 در 3.5 برش زدم و طولش هم به همین اندازه. و چوبای چنارمونم باز بیشتر از 45 سانتی متر، پهنا رو 4.5 در نظر گرفتم، ضخامت رو 7 میلیمتر در نظر گرفتم. حالا میریم که چوب راش و گردومون رو پلوش و فارسی بکنیم به اندازه که لازم داریم و بیاریم برای اینکه کنار چوبای توسکامون بچسبونیم. خب حالا من چوبای توسکامون رو اینجا قرار میدم و یه راش یه گردو به صورت فارسی به این صورت باید به همدیگه بچسبونم و این توسکا رو اینجا قرار بدم که به این شکلی که اینجا داریم برسیم. به این صورت یه راش، گردو و توسکا، سه تا رنگ مختلف. این سه تا رو به هم دیگه میچسبونیم. بعد میریم از قسمت دو طرفی که داریم، راش و گردو، کارو دور میکنیم، یعنی تمیزش میکنیم به ضخامت 5 سانتی متر. بعد میریم سراغ چوبای چنارمون. به این صورت همه قطعات رو میبندیم، میذاریم خشک میشه، بعد میریم سراغ مرحله بعدی. بعد از چسبوندن قطعات به هم دیگه، من از این سمت، یعنی از طرف گردو و راش، به گونیا تکیه دادم و قسمت اضافه رو برش دادم. در که مقطع کار ما کاملا مربع به دست اومده. این قسمت هایی که بین این چوب های چنار که بین قطعات قرار میگیره، میخوام که در جهت الیاف باشه. زمان که از بالا نگاه میکنین جهت الیاف باشه، مقطع نباشه. اگر مقطع بود باید به این صورت روی کار میچسبوندم، ولی من میخوام به این صورت باشه. پس باید این چوب ها رو خرد بکنم، کنار هم دیگه بچسبونم و به این صورت کنار هم چیدمان کنم تا روی سطح کار چسبیده باشه. یک سمت کار اینجوری میشه، یک سمت هم زمانی که میخوایم کارو کامل جمع بکنیم به این صورت میذاریم و قطعات رو کنارش قرار میدیم و کارمون رو جمع میکنیم. پس من باید اول یک سمت قطعات رو به این صورت خورد کنم و بچسبونم. به همین صورت بقیه قطعات رو هم می‌بندم. بعد از خوش شدن اضافه هاشو با استفاده از تیغ پرداخت یا با اره میگیرم، بعد میام قطعاتو خرد میکنم به اندازه‌ای که میخوام، به ضخامت صفحه‌ای که میخوام ایجاد بشه و بعد دوباره کنار هم دیگه میچسبونیمشون. اومدم این چوبا رو زیرش چسبوندم، همینطور که می‌بینین اضافه‌هاش بیرون زده و می‌خوام این اضافه‌ها رو دور کنم. برای این کار اومدم یه قالب رو دستگاه بستم، یه قالب خیلی ساده. یه ال که بتونم با گیره به گونیای دستگاه ببندمش. اره رو بالا آوردم، دقیقاً مماسه با این قطعه‌ای که اینجا می‌بینین. کاملاً مماسه. حالا من اگر بخوام این چوب رو بهش تکیه بدم. و حرکت به سمت جلو بدم، این اضافه از اینجا حذف میشه. خب ما قطعات رو برش زدیم. من ضخامت قطعات رو 4 سانتی متر در نظر گرفتم. این قطعات به این صورت شاخه‌ای بود که 4 سانتی برش زدم و کنار هم چیدم. تعدادش هم 56 تا، یه ردیف 8 تایی و یه ردیف 7 تایی. و همینطور که می‌بینیم منظم چیدمشون. همه چوب گردوها به سمت من، چوب راش‌ها به سمت چپ، این قسمت چنار هم به چوب راش چسبیده. حالا کاری که باید بکنم، بین هر کدوم یه فاصله بدم، یه قطعه چوب چنار سرتاسری اینجا بذارم
و بچسبونمشون به چوب گردو. از اینجا به سمت چوب راش اینا رو چسبوندم، از اینجا به سمت چوبای گردو یه سرتاسری میچسبونم و اینها رو در نهایت میارم به همدیگه میچسبونم. به این صورت به ترتیب باید اینا رو بیام جلو. به این صورت باقی قطعات هم من میبندم که کامل بشه، بعد میریم یه پرداخت کوچیک میکنیم و بعد میایم کنار هم دیگه قطعات رو میبندیم تا صفحمون کامل بشه. خب من زیر کار یه قطعه گذاشتم که بالا بیاد و بتونم پیش دستی ها رو از این قسمت ببندم به راحتی. پس یه فاصله ایجاد میکنم و شروع کنم چست دادن قطعات پشت سر هم میچینم و بعد گیرهامو میبندم. دقت کنید که قبل از این کار باید دو سر چوباتون رو اندازه کنید. اگر یه مقدار اختلاف با هم دیگه دارن باید کاملا اندازه کنید که این قسمت کاملا یک دست و یک اندازه باشه. از این سمت که هیچی، میخوام به هم دیگه بچسبم، ولی از این سمت باید کاملا یک دست و یک اندازه باشن. به این صورت کارو بستیم، از بالا و پایین مهار کردم که نسبت به همدیگه پله ندن و اختلاف سطح نداشته باشن، از کنارم بستیم که رو همدیگه سر نخورن و خونه ها دقیقاً روبروی همدیگه در بیاد، که خیلی مهمه تو این حالت که سه‌بعدی میخوام ایجاد کنیم، فقط باید خونه ها روبروی همدیگه بیافتن. و در انتها کارو به همدیگه پرس کردیم، کار میمونه خوش میشه، بازش میکنیم، سنباده پرداخت میکنیم و در نهایت هم یه روغن بهش میزنیم که کارمون جلوه کنه و رنگ چوبا بیرون بیاد. بعد از پرداخت کار روغنش رو میزنیم تا تمام بافت‌های چوب بیرون بزنه و زیبایی کار خودش رو نشون بده.